آژانس کودکان سازمان ملل روز چهارشنبه خبر داد که کودکان در غزه تنها 10% از نیازشان با آب سالم را دریافت می کنند. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. صندوق کودکان ملل متحد در مورد بروز فاجعه انسانی برای کودکان غزه هشدار داد. الجزیره نوشت کاترین راسل مدیر اجرایی آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف گفت کودکان آواره در جنوب غزه آب کمتری نسبت به نیازهای اولیه زندگی خود دارند و بدون آب سالم تعداد زیادی از کودکان در روزهای آینده از محرومیت و بیماری جان خود را از دست خواهند داد. این مقام یونیسف افزود در رفح، جایی که صدها هزار نفر که نیمی از آنها کودک هستند، از ابتدای دسامبر آواره شده اند. از سوی دیگر سیستم های آب و فاضلاب در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارند. کمبود آب در حال حاضر باعث بروز اسهال 20 برابر میانگین ماهانه در میان کودکان زیر 5 سال بوده است. جنگ غزه و محاصره تحمیلی علاوه بر بحران های اقتصادی کنونی جهانی، بار سنگینی را بر دوش شهروندان فلسطینی ساکن نوار غزه وارد می کند که تعداد آنها در حال حاضر به حدود 2 میلیون نفر می رسد. حدود 600 هزار نفر از آنان در کمپ های شلوغ در این منطقه زندگی می کنند. جیمز الدر سخنگوی یونیسف در این نشست خبری که به صورت مجازی از قاهره سخن می گفت افزود این یک شرایط بی‌نظیر برای تراژدی است. ما با کمبود شدید آب، زباله‌های پراکنده در شهرک‌های پرجمعیت، کمبود غیرقابل قبول سرویس‌های بهداشتی و محدودیت‌های شدید در شستن دست‌ها برای بهداشت شخصی و نظافت مواجه هستیم. وی در ادامه گفت که احتمال تلفات جانی در غزه به طور قابل توجهی تشدید شده، زیرا تخمین زده می‌شود که 800 هزار کودک در این منطقه از خانه‌های خود آواره شدند. گفتنیست یونیسف به ویژه در مورد خطر شیوع وبا در غزه و افزایش تصاعدی مرگ و میر کودکان در صورت شیوع این بیماری نگران است. مؤسسه جهانی آب، محیط زیست و سلامت GIWEH تخمین می‌زند که 97% از آب غزه غیر قابل آشامیدنی است. گزارشی که سازمان ملل در سال 2012 منتشر کرد پیش بینی کرد که مشکل آلودگی آب غزه غیر قابل برگشت و آن سرزمین در عرض 10 سال غیر قابل سکونت خواهد شد.